فصل هشتم از هواخور بالای دیوار اتاق محتابی طبقه دوم ساختمان روبرو پیداست پشت دیوار خیابان است رفت و آمدها کم است عصرها سر و صدا بیشتر می شود و گاهی گفتگوی کسانی را که از پشت دیوار می گذرند می شنبید. زندان دژبان راحت است چهار اتاق بزرگ دارد یک راه روی پهن شش انفرادی دو مستراح یک دستشویی و همه یک جا و سرپوشیده در که پشت سرمان بسته شد استفین و یوسف و جعفر و اوحد از اتاق بیرون زدند انگار دنیا را بهمان دادند از حمام که جدا شدیم دیگر هیچ خبری ازشان نداشتیم بهشان بد نگذشته است به لباس سوراخ سوراخمان کلی میخندند از بیرون کلی خبر دارند و حتی گاهی روزنامه هم داشتند هواخور بالای دیوار با میله مشبک شده است تو محتابی چند گلدان هست یکیشان به گل نشسته است گلهای زرد پرپر دارد گلها زیر آفتاب می درخشند. کسی تو محتاوی از پشت گلدانها می گذرد. پاهایش از زانو تا مچ پا پیداست. شلوار تیر رنگ به پا دارد. پاها مثل قیچی باز و بسته می شوند. راه رفتن پاها مردانه است. پاها رد می شوند و باز گلدانها تنها می ماند. وقت را یک جوری باید بگذرانیم. روزها تخم مرغ بازی وسط اتاق دایره می نشینیم شماره گذاری می کنیم و استیفن بازی را آغاز می کند یه مرغ دارم چهار تا تخم می زره شماره چهار تند می پرسد چرا چهار تا؟ استیفن می گوید پس چندتا؟ تا؟ شماره چهار می گوید هفتا تا شماره هفت که سر چنگ نشسته است مهلت نمی ده. چرا هفت تا؟ شماره چهار می گوید پس چند تا؟ در باز می شود و چهار چرخه نهار سر می خورد تو. یک لحظه فکر می کنم که استوار بازنشسته است. منتظرم که صدای خفه و همیشه طلبکارش به گوشم بنشیند. نهار صدا فرق دارد. جوان است. نهار که می خورم دراز می کشم. همیشه طوری می خوابم که بتوانم از هواخور بالای دیوار محتابی را ببینم. اسلام نماز میخواند و بعد بنا می کند به جویدن لبه های نان لابد باز قصد کرده است که دانه تسبیح درست کند عمری چاق و چلهی می نشیند لب یکی از گلدان ها پرهای گردنش تو آفتاب قهوهی روشن می زند. خاک گلدان را زیر رو می کند چند تک می زند و پر می کشد. خستگی دارد از تنم بیرون می زند. هوا انگار مهربان است نگاهم را می دوزم به هواخور انگار هوای اتاق از هواخور بالای دیوار با هوای خیابان و هوای محتابی پیوند خورده است و راحت بریم می نشیند و آرامم می کند. خستگی و سنگینی همراه نفس از جانم بیرون میزند دلم میخواهد آفتاب شهر را ببینم دلم میخواهد مغازه ها را ببینم دلم لک زده است برای دیدن رنگ های شاد میوه ها و سبزی ها که جلو مغازه ها رو هم کوت شده است انگار بوی سبزی تازه به جانم می نشیند. چشمانم دارد رو هم می رود که باز دو پا مثل قیچی باز و بسته می شود و از جلوی گلدانها می گذرد. این بار پاها لخت است لاغر و کشیده است باید پاهای زن جوانی باشد رخوت از چشمانم بیرون میزند پاها گلدانها قمری محتابی و آفتاب تو محتابی با بیرون پیوندم میدهند روزها را یک جوری میگذرانیم دور هم جمع میشویم و تخم مرغ بازی میکنیم یه مرغ دارم سه تا تخم میذاره چرا سه تا پس چند تا؟ تا و شماره شش که حواسش نیست در جواب دادن تأخیر می کند خنده بچه ها می ترکد و شماره شش از بازی خارج می شود صدای انفجار گلوله تکانمان می دهد همه از جا می پریم صدا خیلی نزدیک بود درست پشت دیوار بود پشت دیوار تو محوطه دژبان هم همه در هم می شود یعنی ممکنه کسی خودکشی کرده کسی رو با تیر زدن کسی فرار کرد هم همه میافتد صدای بوغ اتومبیلی که از پشت دیوار میگذرد تو اتاق میپیچد از هواخور به گلدان ها نگاه میکنم بد جوری حواسم را گرفتند آفتاب دارد از لب بام میپرد هواخوری در زندان باز می شود. صدای زندانبان به صدای زن سالخورده خورده ای می ماند که از پیری کلوفت شده باشد. زندانبان دراز قامت است و آبل رو انگار که خاجه هم هست. هوا سرد است. تو محوته محصور نرده های آهنی و رشته های سیم قدم می زنیم. آفتاب پریدرنگ است. بلوز سوراخ سوراخمان اصلا گرممان نمی کند. کبریت داری سرکار؟ زندانبان خاجه نگاهم می کند کبریت می کشد و سیگارم را می گیراند سیگار می کشی، سیگار خودش را هم آتش میزند. زند محوطه دژبان بزرگ است با چند ردیف پایه چراغ برق و دور تا دورش ساختمان از زمین رویده است سرکار زندانبان آبل رو نگاه هم می کند انگار امروز صدای گلوله بود زندانبان خاجه ساعتش را نگاه می کند وقت تمومه چراغهای های محوته روشن می شود حسن می گوید سرکار درسته که امروز یه سرگرد خودکشی کرده که اینه گفته حتی سرانگشتانش را فرو می کند تو جیب های شلوار و بی تفاوت می گوید خدا پدرتو بیامرزه همه اینو می دونن. یوسف و کازم با هم قدم میزنند و گرم گفتگو هستند انگار سال هاست که همدیگر را ندیدند روزها را باید یک جوری بگذرانیم بچه ها مهره شطرنج درست می کنند. نور چراغ خیابان تا پای گلدان ها را روشن کرده است از نیمه گلدانها به بالا تاریک است اسلام به نماز می ایستد تسبیحات را بلند می خاند. ارزویلی تو انفرادی است روز دوم است که آمده است یه سرگرد جوان تو اتاق کارش با کلت خودکشی کرده ارزویلی سرش درد میکنه نه اینطور نیست یکی از افسران زندانی به نگهبان مسلح حجوم برده که تفنگش رو بگیره تو درگیری گلوله در رفته و سرگرد جوان رو کشته سرکار قرص سردرد میخوام نیست اسلام قنوت را بلند میخواند صدایش لرزه دلنشینی دارد ارزویلی سال سوم دانشکده افسری بوده است سبیل بزرگی دارد سرش را از ته تراشیدند وقت را یک جوری میگذرانیم یه مرغ دارم نه تا تخم میذاره چرا نه تا پس چند تا جعفر اشتباه می کند و از بازی بیرون می رود. نگهبان خاجه در را باز می کند. همام اتومبیل عین قفس است بی هیچ پنجره ای به درد سلاخ میخورد که سقفش را قناره بگذارند و لاشه گاو و گوسفند آویزان کنند کف حمام آب صابون تا قوزک پا بالا می آید. آب با فشار که به پوستم میخورد لذت میبرم حمام از هواخور سقف نور میگیرد که شیشه هایش گرد گرفته است و با میله آهنی مشبک است حمام تاریک روشن است خودت هستی؟ احسان است نگاهم هم می کند دارد شکمش را صابون میزند. تمام گردش خط خطی است و سیاهی میزند. ازش می پرسم چرا این همه لاغر شدی؟ با لبخند می گوید گوشت بیاری رو باید ریخت میپرسم. بالاخره بلاخره چاپخونه لو رفت خنده از لبش می برد تند نگاه هم می کند بهش می گویم تو رو متهم نمی کنم زیر لب میگوید اگه دوست داری متهم کن چون من گفتم با اون همه مقاومت یک لحظه نگاه هم می نگاهش سرزنش کننده است. مقاومت؟ آخه بعید به نظر می اومد که میآید تو حرفم. که چاپ خونه رو لو بدم؟ آفتاب گلدان ها را گرفته است. قمری چاق و چله ای پرپر میزند و مینشیند لب گلدان. گلها زیر نور خورشید مثل ابریشم زرد برق میزنند. سر و صدای بچه ها در هم است اسلام نشسته است و تسبیح می گرداند احسان تو گوشم است یک ماه مقاومت کردم یک ماه؟ حالا انگار فریاد می کشد در این مدت میشد کوه احد رو هم جابجا جا کرد احسان نصف شده بود یک مشت استخوان بود شکمش به پشتش چسبیده بود صدایش تو گوشم است این بار آرام است. تو چی فکر میکنی؟ دو روز است که آسمان ابری است اما نمیبارد. بارد. هوا روز به روز سردتر می شود. حالا دیگر لباس سوراخ سوراخمان اصلا به درد نمیخورد. تنمان را تو پتو می پیچیم و تو محوطه محصور مقابل در زندان قدم می زنیم. آسمان نرم نرمک بنا می کند به باریدن زیر نم باران قدم میزنیم زنیم برک های گرد گرفته تک درختانی که اینجا و آنجا تو محوته نشسته است تمیز می شود خورشید یک لحظه از زیر ابر بیرون می زند و دوباره پنهان می شود گروهبان خاجه زیر سایبان سردر زندان تکیه داده است و سیگار می کشد. و هر کدام من یک بلوز نیمدار نظامی می دهند و رسید می گیرند. نونوار می شویم. جا به جا صدای کلاق می چراغ همه ساختمان های محوطه روشن است. رفت و آمدها کم است. سرگرد بود. اینا حرف تو دفتر کارش خودکشی کرد. وصیتم کرده سربازها بی اسلحه پشت نرده های آهنی و رشته های سیم نگهبانی می سربازها بارانی پوشیدند. وسیعت به زنش نوشته. نوشته دلم نمی خواد اسیر دشخیما بشم. دشخیم؟ زندانبان خاجه لالمانی گرفته است. تکیه داده است به ستون زیر سردر و سیگار می کشد. باران نرم نرمک می بارد. یه پسر و یه دخترم داره. زنشم معلمه. پرچم سردر دژبان نیمه افراشته است. باران سنگینش کرده است و چسبیده است به میله پرچم. روزها را باید یک جوری بگذرانیم. بیشتر بازی تخم مرغ می کنیم. یه مرغ دارم شیشتا تخم می زاره. چرا شیشتا؟ پس چندتا؟ وقت هواخوری دارد تمام می شود دلمان نمی خواهد برویم تو باران تند می شود پس بگو ها؟ برادر شاه با تیاره سقوط کرده یک لحظه برق از هواخور بالای دیوار تو می زند و بعد رد می ترکد و مثل شستیر پشت سر هم صدا می دهد. همین بود که پرچم نیمه افراشته بود؟ از هواخور نگاه می کنم. پاهای زن پیدا می شود. یکی یکی گلدانها را بر می دارد و می برد. تو یک وجب نور چراغ برق خیابان که به لب محتابی می خورد قطرهای درشت باران پیداست. آسمان بد جوری صدا می دهد. باران دم اسبی می بارد. اگر همین طور ببارد همه جا را سیل می برد. وقت را یک جوری باید بگذرانیم. تا شب شود و خسته شویم و بخوابیم مرغ من هفت تا تخ میذاره چرا هفتا؟ روزها عادت کردم که روبروی هواخور بالای دیوار بنشینم و محتابی را و گلدانها را نگاه کنم وقتی که قمری پیدا شود سرگرمیم بیشتر می شود پس چند تا؟ دو تا حالا طرح پاهای زن را چشم بسته هم می توانم رو کاغذ بکشم های پایش از زانو با خوابی ملایم پایین میآید تا به مچ پا برسد پاهایش ترکه و صاف است محتابی رنگ است و انگار که برجستگی زانو ندارد جوراب قرمز ساق کوتاه که بپوشد دلرباتر می شود. جوراب های نخی کلوفت اصلا تعریفی ندارد. چرا دوتا؟ پس چند تا؟ مرد هر وقت شلوار به پا داشته باشد پاهایش خوشحالت است. زیر شلواری که بپوشد تو می میزند. انگار که قلم های پای مرد کج است. وقتی میستد بالای گلدان ها که آبشان بدهد لای پاهایش باز میماند و زیر شلواری به پایش پیچ میخوند. باران سخت میبارد. تمام شب میبارد. اسلام نماز میخواند، صدایش بلند است. چشمهایم را روهم میگذارم. انگار دارد برایم لالایی میخواند. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله و الله اکبر تازه خوابم برده است که کسی صدام می کند چشمانم را باز می کنم زندانبان خاجه در آستانه در ایستاده است می نشینم تو رخت خواب حسن زندانبان آبل رو خیلی ملایم است و خیلی کم حرف است عطا کازم به ساعت هم نگاه می کنم. سه ساعت و چهل دقیقه از نصف شب گذشته است. صدای باران می آید. ساعت دوازده و نیم بود که دراز کشیدم و بعد یک ساعتی رو دنده هایم قرد زدم تا خواب به چشمانم آمد. صدای زندانبان خاجه آرام است. اسباب اساستون رو جمع کنیم. از هواخور نگاه می کنم. محتابی خواب است. گلدانها سر جایش نیست. نور چراغ برق خیابان هره محتابی را روشن کرده است حسن میپرسد با اساسه زندانبان خاجه سرتکان می دهد کازم جا به جا می شود و میپرسد این وقت شب کجا؟ گروهبان آبل رو شانه هایش را بالا میاندازد نمیدونم همه بچه ها بیدار شدند اسباب و ای نداریم که جمع کنیم بلوز سوراخ سوراخ را مچاله میکنم که پرتش کنم گوشه اتاق ملک میگوید ببرش به درد نمیخوره شاید خواستی اون یکی رو بشوری همدیگر را در آغوش میگیریم گروهبان خاجه مهلت میدهد که همدیگر را ببوسیم و خداحافظی کنیم یعقوب شوخیش گل کرده است معمولا این وقتا آدم رو برا تیربارون میبرند یعقوب شوخی میکند اما یک لحظه دلم میلرزد دستگیرمان شده است که هیچ کس هیچ مسئولیتی احساس نمی کنه. وقتی که گروهبان شهری هر کار دلش بخواهد می کند و هر طور که دلش بخواهد گزارش می دهد لابد یک افسر اگر حوص کند که آدم بکشد میکشد و بعد هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است بچه ها تا دم در همراهمان میآیند. به سلامت دست حق به همراهتون اسلام می آید جلو یه دقیقه صبر کنین آیت الکرسی میخواند و به همان فوت میکند از در زندان میزنیم بیرون باران از تکوتا افتاده است و نرم نرمک میبارد آسمان ابری است تا اتاق افسر نگهبان چند قدم بیشتر نیست تو اتاق افسر نگهبان یک استوار و چهار سرباز مسلح منتظر ما من نیست زندانبان خاجه تحویل ما میدهد و رسید میگیرد. سربازها و استوار لباس گرم پوشیدند و رو لباس گرمشان بارانی به کردند. استوار تنومند است و تو لباس زمستانی درشت تر به نظر می آید. استوار پیش روی من اسلحه کمریش را خشاب می گذارد و بعد جلو می آید که به من دست بند بزند. دستم را عقب می کشم. چشمان استوار گشاد می شود. صدایش به ضربه‌های های خفهی تبل میماند. یه جلو بچه. حسن میپرسد. کجا باید بریم؟ استوار چیزی نمیگوید. نورفکن محوطه را روشن کرده است. استوار خاجه منتظر است تا از دفتر بیرون برویم. خابالود است و انگار کم طاقت هم هست. استوار خاجه به حرف می‌آید. مسئولیت داره. باید دستبند بزنه. عطا میگوید تا نفهمیم کجا داریم میریم نه بیرون میریم و نه میذاریم دستبند بزنه درگیری و داد و قال افسر نگهبان را از خواب بیدار میکند با موی آشفته یقه باز و چشمان به غی نشسته از اتاق مجاور میزند بیرون همینطور که میآید کمربندش را میبندد در جلد اسلحه کمریش باز است انگار که سر و صدا را شنیده است تند و اخمالود می آید و بی اینکه لام تا کام بگوید محکم می خواباند تو گوشه هستند هنوز دهانم باز نشده است که برق از چشمم می پرد همه ساکت می شوید. چشمان افسن نگهبان حالم را به هم می زند سرخ است و گوشه هایش به قی نشسته است انگار قبل از خوابیدن چربشان کرده است دماغش عین یک سیر دنبه نپخته که تو کاسه آبگوشت شناور باشد تو صورت بزرگ و پریدرنگش پهن شده است حرف که می گند دهانش به دماغم می نشیند. از قیز لب بالایش می پرد بیا دستبندشون بزن دست من و کازم به هم بسته می شود دست عطا و حسن تو یک دستبند می نشیند می خواهم راه بیفتم باز لب بالای افسر نگهبان می پرد سب کنین صبر میکنیم افسر نگهبان روبروی عطا می ایستد لب بالایش میلرزد یک هم میخواباند تو گوش عطا کازم جلو میرود و گردنش را راست میگیرد و به افسر نگهبان نگاه میکند رنگ کازم عین لبو سرخ شده است فکر میکنم افسر نگهبان از رو برود اما هنوز فکرم تمام نشده است که صدای کشیده میشنوم از دژبان میزنیم بیرون زمین خیس است باران نم نم می بارد چشمم می افتد به محتابی پشت در و پنجره هایش پرده کشیده شده است و چرا روشن است و پرده ها رنگ شراب قرمز گرفته است احساس می کنم که ریم تمام هوای خیابان را یکجا جا می بلد. پانزده دقیقه از ساعت چهار بامداد گذشته است سربازها توفنگ ها را زیر بالاپوش وارونه گرفتند. دو سرباز پیشا پیش من راه می روند و دو سرباز پشت سر است. استوار تنومند کنار من راه می روند. آسمان از شرق دارد باز می شود. بالای سرمان تیره است. دوردست ستاره هایی که تازه از زیر ابر بیرون زده اند. درخشش سفید گونه ای دارند. چالاب های کف خیابان ها مملو و از آب است. جوی های هاشیه خیابان توفنده است. جا به جا چراخ های خیابان روشن است و تک و توکی خاموش است. هیچ کس تو خیابان ها نیست. حتی پست های شبانه هم به سرپناهی پناه بردند. دیوارها از باران رنگ خاکستری گرفته است. مغازه ها همه بسته است. جا به جا نور چراخ ها به شیشه پنجره ها و به پشت دریها رنگ ملایمی داده است کاخ دادگستری خاموش است دیوارهایش خیس خیس است جوی پهنی که از مقابل کاخ دادگستری میگذرد سیلابی است خیابان مملو از آب است پوتینهایم پر شده است آب حالا سرم گردنم و بلوز و شلوارم خیس شده است دگمه های یقم را بستم اما آب از رو گردنم سر می خورد و از یقه بستم نفوذ می کند و می لغزد رو کمرم باران هوا را گرم کرده است مقابل مسجد شاه سیل راه افتاده است استوار تنومند نم پس نمی دهد. حتی یک کلمه حرف نمی زند هیچ معلوم نیست کجا می روید. جویهای پهنه هاشیه خیابان بوزرج و مهری مثل رودخانه می گررند. بعد جوری وسط خیابان گیر افتاده ایم. هر طور شده است باید از جوی آب جست بزنیم رو سنگ فرش. سربازها تک تک خیز بر می دارند و می پرند. حسن و عطا دست هم دیگر را می گیرند و چند قدم عقب می و گامهایشان را هماهنگ می کنند و جست می زنند. استوار تنومند خودش را تو بارانی پیچیده است یالا بپرید منتظر است تا بعد از من و کازم بپرد رو سنگ فرش دستم دیگر را میگیریم و عقب میکشیم و خیز برمیداریم به جوی آب که نزدیک میشویم پایم فرو میرود تو چاله دزدی که زیر آب پنهان شده است سکندری میخورم و تا بیایم خودم را بگیرم میغلتم تو جوی آب و کازم رو هوا به دنبالم کشیده می شود. بچه ها به آب می زنند و کمکمان می کنند و از آب بیرونمان میکشند. از تمام تنم آب می ریزد. خنده بچه ها و سربازها ها می ترکد. خودم را به بیاری می زنم و همراهشان می خندم. صدای استوار مثل ضربه های دهل است. گوش آب کشیده شنیده بودیم اما ندیده بودیم. به دم گاراژ که می رسیم استوار به حرف می آید. هر چهار نفرمان به جنوب تبعید شده ایم. ضربه های دهل خفه به گوشمان می نشیند. من به شیراز تحویلتون میدم و از اونجا به بعد چانه هایش را بالا می اندازد و دستهایش را از هم باز می کند. دیگه نمیدونم. بی هیچ و پرسی و ای تبعید کردند فصل نهم ساعت پنج و نیم بامداد است که به گاراژ می رسیم لنگه در قهوه گاراژ را باز می کنیم و می رویم تو قهوه چی تازه از خواب بیدار شده است و سماور را آتش انداخته است بخاری فرنگی بزرگی وسط قهوهخانه میسوزد آب از چهار ستون بدنمان میریزد قهوهچی یک لحظه نگاهمان میکند و بعد سرش را تکان میدهد و میگوید سینه پهلو میکنید و تند راه میافتد قهوه قهوهخانه استوار دستبندها دست را از دستمان باز میکند که لباسهامان را خشک کنیم جیبهایم پر شده است آب بسته سیگارم وارفته است و همه سیگارها خیز شده است. سیگارها را پهن می کنم رو ریکهای داغ بالای بخاری فرنگی. قهوه چی به هر کداممان چیزی می دهد که تنمان کنیم. صدای خفه استوار که به ضربه های تبل نم کشیده بلند می شود. اگه آب جوش اومده یه قنداق بده. بلوز پشمی چرکتابی که به تن کردم بوی تریاک میدهد. بپوش تمیز نیست ولی خب حسن نیمتنه یک گل و گشادی پوشیده است به کازم یک زیر جامعه نازوک آستین بلند داده است این جلیقه رو روش بپوش وایستا کنار بخاری گرم میشی عطا تو پیراهن سفید بیقه و زیر شلواری سفید درازتر به نظر میرسد آب لباس را میچلانیم و پهنشان میکنیم دور بخاری سربازها و استوار بالا را در می آورند و می نشینند رو نیم کت. چند تایی ته قهوه خانه خابیدند. سماور جوش می آید. پیر مردی ترکی از ته قهوه خانه لحاف را پس می زند. گیوه هایش را می دم پایش و لخ لخ کنان می آید کنار دستگاه قهوه خانه می ایستد. سیگاری آتش می زند و خرت خرت ریش چند روز نتراشیدهش را میخاراند. موی سر پیرمرد خاکستری میزند و ژولیده است. دگمه های شلوارش باز است. با جلیقه و شلوار خوابیده است. قهوچی استکان قنداق را میدهد به دست پیرمرد. تبل استوار ضربه میزند. گفتم به من یه قنداق بده. پیرمرد قنداق را میگذارد کنار دستگاه و سیگارش را لای لب می گیرد و بال چشمش را تکان میدهد و استوار را نگاه می کند و بعد جعبه کوچکی از جیب جلیقه بیرون میآورد. قهوه چی به نگهبان قنداق می دهد. یواش یواش دارد گرممان می شود. پیرمرد با سرنگشت دو هب تریاک از تو جعبه بیرون میآورد و به دهان می اندازد و قنداق را از لب استکان می مکد. و به سیگار پک می زند. نگاه هم به پیرمرد است که دست چی به طرفم دراز می شود. بگیر بخور گرمت می کنه. استیگان قنداق را از دست قهوهچی میگیرم و نگاهش می کنم. لبخند می زند. چی میان سال است. با قامتی میانه و گونه هایی پهن و چشمانی درشت و خسته. چند تایی تار سفید تو شقیقه هایش دویده است از کنارم که میگذرد تا برود سر قوری آب بگیرد زیر لب میگوید اگه پیغامی دارین بگید یکو دلم باز می شود حرف قهوه چی را به بچه ها می گویم کازم زمزمه می کند آدم وقتی تو مردم باشه هیچ وقت تنها نیست باران بند آمده است پیرمرد قندابش را میخورد و برمیگردد سر جایش و دوباره میخوابد و لحاف را رو سر میکشد قهوهخانه بزرگ است روی دیوارهایش جا به جا تابلو هست تابلو مجنون بالای سر پیرمرد به دیوار کوبیده شده است مجنون لخت و اور تو بیابان چندک زده است و زانوها را تو بغل گرفته است و سر جولیدهش رو گردن نیقلیانیش خم شده است و همه جانوران صحرا دورش حلقه زدند بلوزم را زیر و رو می کنم هنوز نم دارد سیگارها را جابجا جا, جا می کنم که نسوزد حسن بلوزش را به تن می کند و می گوید ناشتایی خوبی بود نگاهش می کنم ناشتایی؟ کشیده جناب سروان قهوه چی از قهوه خانه می زند بیرون تابلو خیام صحرای کربلا یا بیکسی حسین دو گز بیشتر درازا دارد چادرها ته تابلو تو مه خاکستری رنگی فرو رفتند امام حسین علی اصغر را رو دست گرفته است و به نیزه بیکسی تکیه زده است بالای سر امام حسین فرشتگان بالها را باز کردند و نگرانند دورتر تو آسمان خاکستری اجده های رنگی دارد خورشید خونین را می بلعد. سیگارهایم را از رو بخاری بر می دارم. قهوه چی بر می گردد. عطر نان تازه دماغم را پر می کند. قهوه چی پنیر هم خریده است. بی اینکه چیزی گفته باشیم تو یک سینی بزرگ نان و پنیر میگذارد و می آید به طرفمان. چایی بزرگ یا کوچیک؟ بزرگ ممنونیم تبل خفه استوار به صدا در می آید. به مام ناشتایی بده. قهوه به استوار و سربازها صبحانه می دهد و بعد لیوانی را نصفه می کند چای دبش و برای پیرمرد می برد. داداش چایی. داداش از زیر لحاف بیرون می زند و لیوان چای را از دست قهوه چی می گیرد و می نشیند لب تخت. قهوه رادیو را باز می کند. صدای شیر خدا بلند می شود. نگاه هم به تابلو رستم و سهراب است و چای شیرین را قطره قطره از لب لیوان می مکم. رستم با خنجر توهیگاه سهراب را دریده است. نیزه ها و سپرها و شمشیرها و زوبین ها رو زمین پخ شده است. در قهوه خانه باز می شود و چند تای مسافر می آیند تو. با روبندیلشان را می گذارند رو زمین و کنار بخاری می ایستند و دستهایشان را به هم می مالند. تبل استوار ضربه میزند. لباستون رو بپوشین. لباسم هنوز نم دارد. لباس کازم بهتر از لباس من است. بلوز شلوارم را به تن می کنم. باز دو حل خفه استوار ضربه می زند. یک درمیون بشینین و سربازها بالا و توفنگ ها را به دست می گیرند و امر استوار تنومند را اجرا می کنند. از شیشه پنجره بیرون را نگاه می کنم. شرق صاف صاف است قهوهخانه دارد پر می شود از حرف ها دستگیرمان می شود که اتوبوس اول ساعت هفت و نیم راه می افتد. شیر خدا تمام می شود سر و صدای مسافران قاطی هم شده است داداش از قهوه میزند می زند بیرون دست رویش را می شوید و برمیگردد. می گردد. تریاک کاری شده است مثل فرفره لابلای مسافران می چرخد و چای می دهد و استکانهای خالی را جمع می کند. رو یک دستش آنقدر استکان چای می چیند که عین برج می شود. رادیو موسیقی پخش می کند. به پشتی نیمکت تکیه می دهم و سیگاری می دود سیگار به تنم می نشیند. مورمورم می شود. همه مسافران نگاه ما می کند و چیزهایی زیر گوش پچ پچ می کند. مرد جوانی از در قهوه خانه می آید تو. آنقدر قیافه مرد جوان آشناست که تکان میخورم به خصوص چشمهایش که میشیست و سبیل زرد بزرگش که دهانش را پوشانده است و قامت میانش دست دختر بچه ای را به دست گرفته است زنش پشت سرش میآید تو جامدان کوچکی به دست دارد مرد تا میبیندمان با زنش پچپچ پچ کند. قهوه میآید به طرفمان تلخ میخورین خیلی ممنون چهار استکان چای قند پهلو میگذارد جلومان مرد جوان می نشیند رو به رومان. نگاهش می کنم خیلی آشناست ذهنم را زیر و رو می کنم چیزی به یادم نمی آید به ساعت هفت چیزی نمانده است سر و صداها تو هم است صدای رادیو بلند است پیرمردی از در قهوه خانه می آید تو اصاب دست دارد و بخچه زیر بغلش است زار می زند که شهرستانی است دور تا دور قهوه خانه را نگاه می کند. جایی نیست که بنشیند. چشمش می افتد به سرباز ها و توفنگ ها. اسازنان می آید و روبروی عطا می استد. صدای پیرمرد لرزه دارد. چهرهش پرچروک است و آفتاب سوخته است. جوونا شما چه کار کردین؟ تبل خفه استوار ضربه می زند. به شما رفتی نداره پیرمرد. چشمان خسته و رنگ باخته پیرمرد می گردد و به چهره استوار می نشیند. ربطی نداره؟ چطور ربطی نداره؟ استوار در میماند که چه بگوید؟ اینا بچه های من هستند چطور ربطی نداره؟ استوار بلند می شود و شانه های پیرمرد را می گیرد و ردش می کند رد شو برو به کارت پیرمرد پیرمرد نمیخواهد نمی خواهد برود صدایش تو گلو می شکند و بیرون می زند همین طور جوونا رو دسته دسته می اون وقت میگن به تو ربطی نداره استوار پیرمرد را دور می کند موسیقی قطع می شود پیرمرد لب نیمکت مینشیند و غر می زند ساعتم را با رادیو میزان می, زن می کنم. سر و صدای مسافران قهوه خانه را پر کرده است نگاهم به پیرمرد است و گوشم به رادیو شنوندگان عزیز صبح بخیر صدای گوینده رادیو گیراست مدت هاست که از هر خبری بیخبرم خلاصه اخبار صدای گوینده سنگین و پرتوب است ساعت شش بامداد امروز دومین گروه افسران تودهی که به اعدام محکوم شده بودند تیرباران شدند یک هو همه صداها میافتد نفس تو سینه هم گره می پیرمرد فریاد می کشد نمی فهمم چه می گوید عطا بی اختیار با مشت می کوبد رو میز استکان چای از جا می جهد و وارو می شود دست کازم به گونه هایش می رود و لکه های خون رو گونه هایش می نشیند. حسن انگار که به تش زده باشد نگاهش به دیوار مقابل سکته کرده است یک هو سرانگشتانم می سوزد تحصیگار را پرت می کنم زمین پیرمرد میآید جلو و با عصا میکوبد رو میز و فریاد میزند میگه به تو مربوط نیست پس به کی مربوطه استوار بدجوری گیر کرده است اگر به پیرمرد تلنگر بزند میمیرد پیرمرد دست بردار نیست استوار کلافه میشود به صدا میآید خیلی خوب پدر به تو مربوطه و بلند میشود و دست میاندازد دور کمر پیرمرد تا ردش کند نگاه سربازها به پیرمرد است صدایی بیخ گوشم پچ پچ می کند سر بر می گردانم. زن جوان است که همراه مرد آشناست شماها از دانشجو هر زویلی خبر ندارین؟ یک هو مرد جوان را می شناسم با هر زویلی انگار یک سیب است که دو پارش کرده باشند چرا؟ می شناسمش استوار پیرمرد را قدم به قدم به طرف ته قهوهخانه میبرد پیرمرد غر میزند زن جوان میپرسد میدونی کجاست نگاه هم به مرد آشناست تا امروز صبح زندان دژبان بود خیالش راحت میشود یه هفته است داریم در به در به دنبالش میگردیم سرکار استوار پیرمرد را رها می کند و برمیگردد حالا صدایش به ضربه های دولی می ماند که خیز خورده باشد. سوارشین هنوز 20 دقیقه به ساعت هفت و نیم مانده است بلند میشویم که از در قهوه خانه بزنیم بیرون میروم که حساب قهوهچی را بدهم. قابلی نداره. قهوهچی دستش را دراز می کند و دستم را می گیرد و چیزی تو مشتم میگذارد. اینم واسه خرج تو راهتون. ازم قبول کنین دلم می لرزد قهوه چی حرف که می زند به دلم می نشید. انگار که بغز راه گلویش را گرفته است استوار صدایم می کند دست خدا به همراهتون پیرمرد تای قهوه خانه اسایش را رو هوا تکان می دهد. از در قهوه خانه بیرون میزنیم و سوار اتوبوس میشویم. روز دوم است که رو بار کامیون نشسته ایم و به طرف بندر لنگه میرانیم کامیون برای گردان بندر لنگه خاروبار و می بار میبرد سوار که میشدیم نگهبانان پیله کردند که بهمان دستبند بزنند سر و صدا من در درآمد افسر نگهبان از اتاق زد بیرون دستبند از اینجا تا لنگه بیابون برهوته کجا میتونن فرار کنن روز چهارم فروردین است هوا بدجوری گرم است اگر باد حرکت کامیون نبود از شرجی خفه می شدی. روز عید را تو زندان پادگان لار گذراندیم تا چشمم کار می کند دشت خشک است و بیابان شور زده و سراب و جا به جا نخلستان یکی از نگهبانان می گوید که اگر اتفاقی نیفتد و اگر تلنگ کامیون در نرود ظهر میرسیم بندر محتابی شب خوابیدیم بندر خمیر صبح کله سهر راه افتاده ایم. خاک پشت سر کامیون لوله می شود و بالا می رود صبح چیزی نخورده ایم ظهر که می شود کامیون تو بر بیابان نگه می دارد راننده و نگهبانان کمی دور از جاده زیر نخل نر کوتاه پایه‌ای که از گرد و خاک سفیدی میزند سفرهشان را پهن میکنند کمی تو آفتاب گرم قدم میزنیم و بعد پناه میبریم به سایه داغ کامیون تا نگهبانان نهارشان را بخورند راننده قمقمه عرقش را پیچانده است تو لنگ خیسی که خنک بماند سربازها با مشت پیاز را له می کنند و لغبه می گیرند. حتی تعارفمان هم نمی کنند نمیدانم تو گوش نگهبانان چه میخوانند که این همه ازمان رم میکنند حتی به حرف زدنمان هم گوش نمیدهند کامیون تو دستاندازها بالا و پایین میشود انگار فنرهایش نرمه کرده است تو چاله چوله های جاده خاکی چنان میکوبد که روده ها من درد گرفته است آسمان یک دست سفید است خورشید زور دارد و مثل کوره می سوزد. تا چشم کار کند بیابان است و گاه کومه های جا به نشسته و سیاه چادرهای کنار جاده که تا از مقابلشان بگذریم سگها پارس کنان کامیون را دنبال می کنند و لح, لح زنان از نفس می افتند و از دویدن می مانند و تو گرد و خاک گم می شوند. یک ماه بیشتر تو زندان پادگان شیراز بودیم تا رسیدیم از همدیگر جدامان کردند و حولمان دادند تو انفرادی شب اول را تو انفرادی گذراندیم و روز بعد استوار تنومندی که تا شیراز همراهمان بود آمد خیلی خودمانی شده بود تبلش بنا کرد به ضربه زدن امروز برمیگردم اگه نامه دارین بدین ببرم جلد رفت و از دفتر نگهبانی قلم و کاغذ آورد بیا بچه های خوبی هستین دردسر برام درست نکردین افسر نگهبان آمد و گفت که در انفرادی ها را باز کنند استوار تنومند نامهامان را داده بود به ستاد پادگان شیراز حساب دستمان بود استوار تنومند مهربان شده بود ضربه های دغلش خوش آهنگ شده بود هرچی دلتون میخواد بنویسید مطمئن باشید نامه سر تا تهش سلام و احوال پرسی بود در انفرادی ها را باز کردند و قاطی زندانیان انضباطی شدیم یک ماه و چند روز تو زندان پادگان شیراز بودیم از گرسنگی روده درد گرفته است از چال چوله های جاده دنده هامان داغان شده است دو ساعتی از ظهر می گذرد سربازها با تفنگهاشان هاشان روبرو نشستند انگار جان سگ دارند خم به ابروشان نیامده است زندان جهرم شکممان پی آورد تنبل خانه بود خوردیم و خوابیدیم و نفس راحت کشیدیم انگار نه انگار که زندان است کامیون که از در پادگان تو زد و مقابل پاسدارخانه نگه داشت و جست زدیم پایین افسر نگهبان در میان همه سربازان و درجهداران پاشتهایش را به هم کوبید و سلام نظامی داد نگاهش کردم یک دلم باز شد سرخی بود آتشبار توبخانه بود رنگش مثل خون قرمز شده بود وقتی که تو دانشکده بازداشتمان کردند لاغر بود حالا چاق شده بود و رنگ رویی گرفته بود جلو آمد و بغلم کرد و بعد انگار که دست پاچه شده باشد راه افتاد و دور خودش گشت و دستور داد بیا گروبان نگهبان هایش را به هم کوبید زود خیلی زود یه اتاق تمیز خالی کن پتوی تمیز و برگشت به طرف من. شام که نخوردین آه؟ نه نخوردین او چقدر لباستون کثیفه ریشتون رو چرا نزدین و باز دور خودش گشت گروهبان جناب سروان زود خیلی زود اسباب اصلاح شام زندان پادگان جهرم تنبلخانه بود دو ماه و هجده روز جا خوش کردیم دلتون میخواد تو شهر بگردین با نگهبان با نگهبان با اسلحه بی اسلحه یکی از نگهبانان حرف میزند دور چشم و دهانش خاک نشسته است لبانش از خشکی ترک برداشته است دیگه چیزی نمونده چشم به هم بزنی بندر محتابی پیدا شده ساعت پنج بعد از ظهر است که میرسیم بندر محتابی پاسگاه کنار دریا نشسته است پاسگاه دو اتاق گلیست با یک ایوان لورتر چند کپر و چند نخل سر تو هم بردند ستونهای ایوان پاسگاه تنهای خشک نخل است کنار دریا کوه خاکستری رنگی قد کشیده است از گرسنگی دارد حالمان به هم میخورد نگهبانان رهامان میکنند که کنار دریا بگردیم میدانند که راه فرار نداریم میدانند که هر جا برویم اگر بخواهیم که سقط نشویم باید برگردیم به سراغ کامیون که به جایی برسیم راه میافتیم کنار دریا هوا شرجی است نرم بادی رو دریا تن می کشد و گونه من را خنک می کند دریا آرام است سر می ساید به پای کوه و برمیگردد و کف می کند پیرمردی تا زانو تو آب رفته است و رو تور خم شده است. روده درد گرفته. از این پیرمرد ماهی بخریم. اگه داشته باشه. یا بفروشه. پوتین هایم را و شلوارم را بیرون می آورم و میزنم به آب. ماسه زیر پاهام خالی می شود. پیر مرد سر بر می و نگاه هم می کند. پوست سوختش قهوه ای می زند. موی سرش به ابریشم سفید می ماند. پیرمرد دارد تور را جمع می کند کیسه بزرگی به دوش دارد پدر پیرمرد یک لحظه از کشیدن تور باز می ماند. ماهی داری؟ چشمان خستش را به هم می زند. ریش کوسش سفید است باز نگاه هم می کند. انگار حرفم را نفهمیده است ماهی می خوام. ماهی صدایش با شرشر یک نواخت دریا در هم می شود موهینوم نباره. ماهی نداری کوست ایوی دارم دستایم را دور دهانم حلقه میکنم و داد میزنم ها کوسه داره چی کوسه باشه بگیر کوسه از دو کیلو بیشتر است دهان پهنش باز است دندانهایش مثل دندانهای اره چپ و راست است چشمان کوسه باز است انگار نگاهمان میکند پوستش تیره است سفت است و پرگوشت حسن راه میافتد و از شاخه های نخل سیخ درست می کند و با خاشاک آتش روشن می کنیم و کوسه نیم پخته را با ولع میخوریم. بوی زهمش آشوب تو دلم به پا می کند شب باید تو بندر محتابی بخوابیم غروب که می شود رو ماسه های ساحل دراز می کشیم و آسمان را نگاه می کنیم. آسمان صاف است. ستاره ها تک تک می درخشند. دور ستاره ها حاله سفید رنگی نشسته است. هوهوی دریا تو گوشمان است. کوه تو تاریکی شب بلند تر به نظر می آید. تن تیره کوه کنار دریا نشسته است و تاجش انگار که به طرف دریا خم شده است. راننده و رئیس پاسگاه و نگهبانان بساتشان را تو ایوان پاسگاه پهن کردند. پریموس را روشن کردند و کتری را گذاشتند. دلم برای یک استکان چای دم کشیده و خوش عطر لک زده است. راننده لنگ خیس را از دور قمقمه باز کرده است و قمقمه را گذاشته از کنار سفره. کشتی بزرگی که بیش از هزار چراغ بزرگ و کوچک دارد از پشت دماغه کوه که به دریا نشسته است بیرون میزند. این همه چراغ که تاریکی را شکافته است و رو آب می دلم را باز می کند گرمای روز از تنمان بیرون زده است هوای خونک شب را می بلعم. تنم رو ماسه های خونک کرخت می شود را از دو طرف رو ماسه ها دراز می کنم و چشمم را روهم هم میگذارم صدای دریا تو گوشم است انگار سبک شدم آرام شدم رفیق دوروبرم را نگاه میکنم سه دختر ارمک پوش پناه دیوار بلند کامیون دور همدیگر ایستادند و با هم حرف میزنند زنگ مدرسه تازه خورده است کتابهای درسیشان زیر بغلشان است بالای کامیون نشسته ایم به دست هامان دستبند زدند. نگهبانان قنداق تفنگ را روبار کامیون گذاشتند و به دیواره پشت اتاقک راننده تکیه دادند. آفتاب گرم کرختشان کرده است. همه جای شهر از باران شب قبل تمیز شده است. گرمای آفتاب می چسبد. راننده کامیون را کنار خیابان نگه داشته است و همراه گروهبان دیلاقی که رئیس نگهبانان است رفته است خرید کند. رفیق اگه کاری از دست ما برمیاد بگو یکی از دختر هاست انگار که از شرم گونه هایش گل انداخته است موی سرش را بافته است و از دو طرف رو سینه انداخته است زمزمه می کنم ولی شما ما می دونیم از لباستون لباسمون مگه شما همون دانشجوهایی نیستید که با افسرا زندانیتون کردن جای نوار قرمز خط شلوار پیداست حتی زیر دوخت هاشیه نوار ریشه های قرمز هست چرا هستیم؟ کاغذ بدم اگه دلتون بخواد نامه بنویسید ما پستش میکنیم ولی دستامون تو دستبنده پس بگو من مینویسم نگهبانان از گرمایی که به تنشان مینشیند به چرت افتادند یک گروهبان دیلاق سر میرسد اینجا چه خبره؟ دخترها با خودشان حرف میزنند. گفتم اینجا چه خبره؟ دخترها راه میفتند و دورتر کنار پیاده رو می ایستند. کامیون حرکت می کند. دخترها کتابها را زیر بغل می گیرند و دو کف دست را به هم می و تکان می دهند. دستم را برایشان تکان می دهند. کامیون از دروازه فسا بیرون میزند قررش پریموس رئیس پاسگاه محتابی خاموش می شود چشمم را باز می کنم کشتی نزدیک شده است بچه ها انگار خواب رفتند خستگی دارد از تنم بیرون می زند می نشینم سیگاری آتش می زنم و به دریا نگاه می کنم صبح خیلی زود از خواب بیدار می شویم. آسمان شیری رنگ است رو دریا انگار که گرد نقره خام پاشیدند موجها ریز و بیقرارند راننده دست و رویش را نشسته به حرف میآید یالا تکون بخوریم که دیر میشه اگر دست به دست کنیم یک روز دیگر باید بمانیم بندر محتابی هنوز آفتاب سر نزده است که جزر دریا شروع می شود آب از دامنه کوه پس کشیده است و در حاشیه کوه خاکستری رنگ زمین ماسعی خیس بیرون زده است کامیون باید از دامنه کوه بگذرد پشت سر کامیون راه میافتیم و قدم به قدم تنه های نخل را زیر لاستیکای کامیون جابجا می‌کنیم تا وجب به وجب حاشیه باتلاقی را بگذریم دیواری کوه راست بالا رفته است دریا لپر میزند و لحظه به لحظه جلو می‌کشد مد دریا آغاز شده است هوا تکان نمی‌خورد سنگین است از تمام تنمان عرق می جوشد دانه های عرق سوز مثل سرخک بنا می کند به و تمام پوست تنمان را پر می کند عرق شور تن مثل گرد نمک که بر زخم پاشیده شود دانه های عرق سوز را می سوزاند و پوست آتش می گیرد جان کردی می کنیم تا می رسیم به برکه سفلین لابلای نخلای کوتاه پایه برکه سفلین جا به جا چند پلاس و چند سیاه چادر هست که انگار کسی توشان زندگی نمی کنند. نگهبانان بلوزهایشان را در می آورند و تو سایه ایوان پاسگاه برکه سفلین دراز میکشند. راننده کامیون برای رئیس پاسگاه بکرایی آورده است. پانویس میوه است که از پیوند دلی مشیرین و نارنگی به دست می آید. در شمال ایران عباسی گفته می شود. ادامه داستان. انگار که دنیا را به رئیس پاسگاه دادند. راننده را بغل می کند و می بوسد و بعد یکی از سربازان را می فرستد سیاه چادرها ماست بگیرد تا برای راننده نهار روبرا کند. هوای برکه سفلین مثل بندر محتابی گرم نیست نرم بادی از کوه می آید و خس و خاشاک نقلستان را جابجا جا می کند از پشت تپه کوتاهی که انتهای نقلستان است چند بز و گوسفند دنبال هم بیرون می زنند و با پوزه زمین را می کاوند و به طرف سیاه چادرها می روند پسر بچه که که دلو خشکی به دوش دارد دنبالشان است. پاهای لخت پسر بچه به قلیان میماند. موی آشفته و سیاهش سر بزرگش را بزرگتر نشان می دهد. صدای پسر بچه که به جیک جیک چرخ ریسک میماند، ماند همراه باد به طرف نخلستان کشیده می شود. جهاز تک تکی کل بندر جکی چش بارش به مولا لباس دولتی راننده با لنگ عرق تنش را خشک می کند و می گوید دیگه عجله نداریم و می گوید هر وقت راه بیفتیم بالاخره شب به بندر لنگه می رسیم. خورشید انگار تو نخلستان هاشیه بندر لنگه آتش انداخته است. یکی از نگهبانان میگوید آفتاب که غروب کرد تو بندل لنگه پرنده پر نمیزنه کامیون خیابان مساح را پشت سر میگذارد چراغ زنبوری نانوایی گلی از خیابان را روشن کرده است چراغ کمنوری بالای سردر شهربانی آویزان است تک و توکی لنگوته ها را رودوش انداختند و چشمشان که به کامیون میافتد. لحظه ای از رفتن باز میمانند و با چشم کامیون را بدرقه می کنند. انتهای خیابان مساه تاریک است. بوی دود همه جا را پر کرده است. انگار جایی کاه دود می کنند. کامیون میراند تو گاراژ و زیر سایبان متوقف می شود. از بالای کامیون جست میزنیم پایین و دوروبرمان را نگاه می کنیم. کسی با چرخ دارد از چاه آب می کشد. یکی از نگهبانان می گوید اینجا گاراژ عدنانیه مال پادگانه کازم می گوید پس بعد از این همه راه که اومدیم باید اینجا زندگی کنیم صدای کسی به گوشمان مینشیند. زندگی همینه افت و خیز داره سرباز سیاه چرده است که ایستاده است تو ایوان و به نرده تخته ای ایوان تکیه داده است. پشت سرش از لای پنجره ها و درهای نیمه باز نور فانوس بیرون زده است. چند سرباز که سرهاشان تراشیده است و دگمه های بلوزشان تا پایین باز است از اتاقها بیرون می زنند. صدای یکی از سربازها از ته ایوان بلند می شود. علی کی اومده؟ سرباز سیاه چرده که به نرده ایوان تکه داده است میگوید مهمان و بعد همچنان که نگاهمان میکند میپرسد لابد شامم نخوردین و چشمان سیاهش توت نور کمرنگ فانوس برق گریزنده ای میزند و به لبان درشتش لبخند می نشیند شام خدا بهت عقل بده ناشتایی و ناهارم نخوردیم علی یکو از بالای نرده ها جست میزند تو محوته گاراژ و تا جابجا جا بشویم و از چاه آب بکشیم و سر و تنمان را بشوییم نان و سیب زمینی پخته را میگذارد جلومان و میگوید این وقت شب اونم تو لنگه که غروب چول میشه دیگه از این بهتر پیدا نمیشه مگه اینکه بخواین بریم پشته پشته آه یه قهوه خونه است بیرون شهر اگه عرقم میخورین داره با ولع بنا میکنیم به خوردن نان و سیب زمینی